کار تمامه، سلطنت از دست رفت، بختیارم کاری نتونست بکنه، تهران داره سقوط میکنه. متاسفانه خیلی از همکاران رو دستگیر کردن. مردم اونقدر عصبانی هستن که نذاشتن کار به زندان بکشه. خیلی ها رو کشتن. باید فرار کنیم. به کجا؟ خارج از کشور. از آستارا بریم اردبیل. از مسیر تبریز و رضایه باید خودمونو برسونیم به مرز بازرگان. قبل از که مرزداری به دست انقلابیون برسه باید فرار کنیم. کی را بیفتیم؟ همین امشب. اینطور که توی گزارش ها دیدم ممکنه همین یکی دو روزه سقوط بکنیم. پولاتونو تبدیل کردین؟ یه ماه که چمدانامونو بستیم. من 3 ماه پیش همه چیز زندگیمو تبدیل به دلار کردم، با زن و بچه‌ام فرستادم آمریکا. منم همینطور، بچه ها توی ترکیه منتظر منن. همینجا میمونیم و به محض تاریکی هوا حرکت میکنیم. خوب فکرات کردیم مهندس. اگه توی اداره از من ردی نذاشته باشین من مشکلی ندارم که بمانم. همه مدارک های اداره رو آتیش زدیم، اما شهر کوچیک، مردم تو رو میشناسن. الانم که ماشاءالله سرمایه‌داری، بالاخره میان سراغت. من پرونده و مدرک خاصی ندارم که بخوان دستگیرم کنم. همه چیز زندگی من روشنه، هر چی هم دارم با سند و مدرک قانونیه. یعنی فکر میکنی هیچ شاکی خصوصی نداری؟ بفرضم که داشته باشم چطوری میتونم بیام؟ توی این اوضاع کسی هم میشناسه که بیاد کارخانه رو بخره؟ من هر چی سرمایه گذاری کردم رو زمینه، اقلا چند ماهی طول میکشه بتونم بفروشمشان. صلاح خویش خسروان دانند. اگر نظر منی میخوای میگم همه چیزو بذار و با ما بیا. بعد از چند ماه که آبا از آسیاب افتاد برگرد. باید میدونم که این رفتن برگشتی داشته باشه وکیلی. به مزی که رسیدم به تو تلفن میزنم، شماره خارجم هم میدم. مواظب خودت باش. خدا نگهدارتون. خدا با همراهتون. خدا قسمت. خدا نگهدار وکیلی. اکبر، اکبر. آقا مهندس، اکبر رفت منزلش آماده کنه برای استراحت شما. او لازم نکرده، من نظرم عوض شد. همه جای تخت بذاریم تو اتاق. چشم آقا، فردا کارخانه رو باز کنیم. به کارگرها بگو یه هفته تعطیله، الان فصل چای چینی نیست. آقا چای خوشگر دارن درجه بندی میکنن، چند نفرن دارن دستگاه رو سرویس میکنن برای بهار. بوی این هفته نیان سر کار. چشم آقا.
بچه های مزار بودشون. گازویل تمام شد. کجا بابا؟ خونه موسی تنها اون موتور شخصانی داره. با نفت روشن نمیشه. اون وقت اگه موتور خراب بشه کار تمام خاله جان. چند برابر قیمتم خواست بهش بده مرداد. قبل چرا قطع کردی؟ گازویل که ریختیم وصلش میکنیم. سلام آقا جان. سلام. رادیو میگه ایران قیامته. تلویزیون چی داره نشان میده؟ داره انقلاب میشه. انقلاب؟ یا الله. یا الله. خیر باشه آقا جان. یا الله. سلام علیکم. سلام. قیامته. سلام علیکم. انقلاب داره میشه. سلام. خبر نداری دارن بچهای مردمو شهید میکنن آقا جان. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. بفرمایید داخل بریم. بفرمایید. اون که جان نمیشه. سلام علیکم. خوش آمدید. مردم دارن میان انقلاب. سلام دایی جان. برزیل تمام شده که حالا بفرمایید. سلام. دنیا جان دعوت کن بیان بالا. بفرمایید بشینید. بفرمایید بشینید. الان میرسم خدمت. خوش آمدید. به جان خودم، به جان زلیخا که همه زندگیمه هی قطر گازیل ندارم. جان من قسم میخوری؟ آه؟ پس اون چیه؟ زلیخا، کی برگشتی خانه؟ یعنی من خانه نباشم؟ تو باید جان من قسم بخوری؟ آه موسا، اون گازیل نیست. بشکه خالیه، شاید ده بیست مونده باشه. 5 لیتر هم برای ما بس. برای کارمه. فردا باید برم زمینای مردم رو شخم بزنم. مردم دارن انقلاب میکنن. خجالت نمیکشی دروغ میگی؟ دروغ نمیگم. برای کارمه. تو هم دهنت ببین. برو تو خانه تا نزدم تو سرت. شما هم برید. ما موتورتو میخوایم. موتور؟ موتور برای چی؟ موتور شما رو اجاره میکنه. 10 ساعت کار کنه چقدر مزدش میشه؟ با من؟ بله. شما سرزمین مردم شخم میزنی چقدر میگیری؟ که چی بشه؟ ما اجاره کارتو موتورتونو میدیم ولی شما کار نکنی. باید گازویلشو بدیم. من مال حرام از گلوم پایین نمیره. آقا مسابقه نمیخوام گازویلو به شما بدم خلاص. چرا بهونه میاری؟ بله گازویل نمیدم. حالا برید. خیلی خوب گازویل نده ولی انقلاب شد نگی چرا اینجور اینجور شده. انقلاب چی ربطی به گازویل من داره؟ آقا ما میخوایم انقلاب از توی تلویزیون ببینیم. موتور برق با گازویل تو روشن میشه. عجب گرفتاری شدیم ها. شما رو به جرم انقلاب نگیره. سلام صاحب خونه میمون میخواین؟ سلام خوش آمدید. سلام 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 خوش آمدید. سلام اش خانم خوش آمدید. سلام دنیا خانم. بفرمایید بالا بفرمایید. خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. آقا جان گازویل آوردم. سلام علیکم. بفرمایید بالا. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید تو. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید بشین. خوش آمدید. یا الله. بفرمایید بالا. خوش آمدید. دنیا جان دنیا روشنش کن. چشم.
ملت قهرمان ایران، در این لحظات که مرحله نوینی از تاریخ ایران آغاز می شود و مردم در آستانه پیروزی قرار دارند، کارکنان اعتصابی رادیو تلویزیون اولین بخش خبر را به عنوان کوشش برای انعکاس صدا و تصویر واقعی ملت به آگاهی می رساند. پیش از هر چیز با ادای احترام به روان پاک زنان و مردان آزادی که با نثار خون خود آزادی را ممکن ساختند، من که نمیخواستم بهش بزنم. برای من چیه؟ برو کنار. بهتر خودتو تسلیم کنی. درو بس کن. برو کنار. به نفعت خودتو تسلیم کنی. درو بس کن. گفتم برو کنار. Thank you.
از باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه یادم آرد روز باران گردش یک روز دیرین خوب و شیرین توی جنگل‌های گیلان کودکی 10 ساله بودن شاد و خورن نرم و نازک چست و چابک با دو پای کودکانه میدویدم همچه آهو میپریدم از سر جو دور میگشتم زخانه میشنیدم از پرنده از لب باد وزنده داستان‌های نهانی رازهای زندگانی برق چو شمشیر بران پاره میکرد ابرها را تندر دیوانه قران مشت میزد ابرها را جنگل از باد وزنده چرخ میزد چو دریا دانه های گرد باران پن میگشتند هر جا سبزه در زیر درختان رفته رفته گشت دریا توی این دریای جوشن جنگل وارونه پیدا بس گوارا بود باران بچه زیبا بود باران امروز صبح وقتی بعد از چند ماه پام گذاشتم تو مرسه آقای سفیدرو رو دیدم واقعا از خوشحالی اشکم در اومد مخصوصا زمانی که آقای سفیدرو پاشو گذاشت تو کلاس واقعا خوش آمدی از لطف همتان ممنونم این پنیر گوجه خوردن در آمون زوی واقعا این دفعه مهمان خانم صمدپوری دست شما درد نکنه خانم صمدپور خواهش میکنم قابل شما رو نداره دیشب با آلاقاتو درست کرده بودم تکردم میمونه براتون بیارم ولی بچه ها همش رو خوردن نوش جانشون اشکالی نداره حالا امشب هم لطف میکنین درست میکنین که ما فردا نهار خدمت شما باشیم چشم قابل شما رو نداره زوزنقه پر چهار زلعی که دو زلعه موازی داشته باشند زو زنقه می نامیم بچه ها اینا رو یادداشت بکنید همین تو بلند شو یه بار این چیزایی که من نوشتم رو بخون از همونجا بخون از همونجا بخون سخن فراوان با آن که بی زبانم پندت به دهم فراوان پندت دهم فراوان مردانم من دوستی هنرم سود بی زیر بی زیادم از من بباش خافل و یارم سقیپور بلند شو بخون ببینم چی نمیشتیم هر چهار زلی که دو زل موازی داشته باشد را
چی شد حمید؟ نباید بره مدرسه آقای منزوی، حالش خوب نیست. چند روز دیگه عیده و بعدش هم بهار و یک ماه مدرسه. چش به هم بزنی امسال تمام شده، سال بعدم آقا بازنشست. الانم گواهی پزشکی داره. خانم من دلم میخواد یکی دو بار برم سر کلاس با بچه‌ها، حالم خوب میشه. روزی دو ساعت برو. من حاضرم کلاسای تو رو اداره کنم، اگر لنی چند روز مونه تا عید رو نیا. اصلا این چند روزه ما خانه تکانی عید داریم. نه اینکه من خیلی نفس دارم. تو همه که همینجا بشینی من با لذت به کارم میرسم. از فردست محصه تکلقه چاشم سوریه. خوردی بابا زبین سور. آقا سبقت نگیر آقا. آقا سبقت نگیر آقا. حالا یه دونم محضب باشیم. یواش لباسو نگیر. 1 2 3 اینجوری که تمیز نمیشه، به دلم نمیشینه. حالا که آفتاب زده فرشا رو بشوریم. خانم فردا عید اینا خوش نمیشه که. من به شما قول میدم تابستان همینا رو بره شما بشه. الان به این میگم وعده سر خر. من خدا نکنه خانم این آقا برو یکی بعد بیاریم تمیز شد. فکر کنم هنوز تمیز نشده آقا. پسرجان بابا بس نکن دیگه، قبول کن تمیز شده. برو یکی بیار. هنوز خاک داره. آقا برو یکی بیار دیگه. چه خبر؟ خیلی مانده هنوز. خب این مادر شما من رو زودتر از همه میفرسته بیرون دیگه. سال تحویل نزدیکه، 45 ثانیه مانده زهرا. برو با آقا جان بگو. 45 ثانیه مانده. بله شنیدم. الکی گناه مادرتش رو سیما زهرا خانم. سال تحویل شد، مبارک باشه. عیدش مبارک باشه. عید شما مبارک باشه دنیا خانم. عید شما هم مبارک باشه. انشالله سال خوبی برای همه باشه، برای ما هم باشه. خدا به تو سلامتی بده. الهی آیام. یا من عید شما هم تبریک بگم. مبارک باشه. مبارک باشه پسر زیبای من. عید شما مبارک. عید تو هم مبارک باشه.
بابا عیدی میاد. بله بله عیدی میاد، عیدی میاد. یا مستر خانم نمنا قابل عیدانی خانم. به به سبزی پلو با ماهی، دست درد نکنه. بکش حمید جان. اول بچه های من، دختر من، فقط مواظب باشین استخوان ماهی تو گلوتون گیر نکنه. حسین بشقاب تو بیار بابا. آقا جان. جانم بابا. من مرداد فردا میخوام بریم سینما. چرا از طرف من حرف میزنی؟ خب مرداد ببرش. خب بلیت سینما و ساندویچ هم مهمان من. خوبه؟ بخور دخترم. بیا حسین جان. ضربه مغزی شده، بینایش از دست داده، ولی زنده میمونه. سلام خانم. سلام، خوش آمدین. عید شما مبارک. عید شما مبارک باشه. من هر بار که به خانه شما آمدم براتون درد سر درست کردم، اما حالا قول میدم که برای جبران آمدم. سلام عمو جواد. خوش آمدی. من و حمید از ابتدایی هم کلاس بودیم. ولی سنتان به هم نمیخوره. سن پدر بزرگ منه داره. پدرش نظامی بود، هر چند سال یه شهر بودن. سه سال یه سال معکوس اومد بالا. اون وقت به من میگفت خرخان. بچه تنبلا همیشه از روی حسادت به بچه زرنگا میگن خرخان. درسته، کلاس ما هم همینطوریه. معلوم شد درس خانی حسن آقا. جفتشون خوبن. چرا تعارف میکنی آقا جان؟ حسین تو درس از من باوشتره. آفرین به مرامت. به این میگن برادر بزرگتر. پسر من بی نظیره عمو جواد. خدا همشونو حفظ کنه، مخصوصا یه دونه دختر تاج گل به سر. ممنونم عمو جواد. آقا جان با اجازه ما بریم. بفرما. دارم میرم سینما. به به، اگه وقت داشتم حتما باهاتون میامدم. خوش باشید. خیلی ممنون. چرا نمیای این شهر؟ دنیا مخالفه. گفتم بریم یه جایی رو اجاره کنیم، بچه ها راحت برن مدرسه، قبول نکرد. میگه هر وقت خانه خریدیم میریم شهر. من اینجا رو دوست دارم. توی شهر یه جور دلشوره منو میگیره. میخواستم مطلبی رو بگم. برو تو اتاق دخترم. خیر باشه. نترس خانم، خیره. زودتر بگو پس. مهندسه گرفتیم. شنیدم ضربه مغزی شده. سرش ضربه دیده، ولی عقلش سر جاشه، فقط کور شده. توی تحقیقات معلوم شده که با سواک همکاری میکرده. درباره شما هم یه حرفایی زده. آرام باش حبجی. مهندس گفته مالک اصلی کارخونه ها و املاک دیگه خان مهرداده. ما هم به اندازه کافی مدارک و ادله داریم. خب
میگین چیکار کنم؟ من هرگز دوست ندارم از این ماجرا مهرداد با خبر بشه. پس تا شما فکرتون رو بکنید و به یه تصمیم برسید، من پرونده رو باز نگه میدارم. هر کاری داشتی خبرم کن حمید جان. چشم، محبت داریم. خسمان خانم اول نفرین شده میاد، روانم به هم میرزه. برای منم همینطور، دلم میلرزه. ما باید زندگی خودمانه بکنیم. بفرمایید چای. نمیخورم. حیفا، این چای قند پهلو نیست ها، غلب فهلوه. آفرین، با نمره 18 قبول شدی. انشالله تو دانشگاه هم با معدل خوب قبول بشی. موفق باشی. خیلی ممنون آقای مدیر. خدا نگهدار. با آقا جان نشون بدم. مهدا جان بده ببینم بابا. آقا جان قبول شدم. مبارک باشه. دنیا بیا ببین پسرت گل کاشته، با معدل 18 قبول شده. بیا ببین. بهت افتخار میکنم پسر. بیا این شاهکار شما ببین، کیف کن. باید دست باشیم بریم. جز شما کسی دیگه تو این ساختمان ساکن نیست؟ نه آقا. نمیذارم اموال خان دست اینا بیفته. اینجا صاحب داره. باید هر طور شده با مرداد حرف بزنم. باید مرداد رو ببینم. ولی دنیا نمیخواد مرداد بدانه. اون نخواد. من چی؟ بشینم ببینم زندگی خان از بین بره؟ فردا جواب خدا رو چی بدم؟ این همه اسناد و مدارک خانم گذاشته دست من که بدم به مرداد. دنیا میترسه براشون دردسر بشه. اون مال زمانی بود که مهندس گردن کشی میکرد. اما الان گردنش شکسته.
کسی نیستی که برای بچه درد سر درست کنه. این خانه نباید بی صاحب بیفته سوگل. خودم میارم اینجا نوکریش میکنم. این خانه، کارخانه، املاک، همه اینا حق مرداده. منم دیگه عمرمو کردم. آدمیه دیگه. معلوم نیست که کی سر ما نبیزاریم زمین. شاید اقلا با این کار خدا از ما راضی شد. پس این کارتم برای خودته. تو نمیفهمی من چی میگم. مرداد و مادرش یه عمر عذاب کشیدن. چرا به حقشن نرسن؟ من یه مدت صبر کردم تا مرداد به سن قانونی برسه. الان وقتشه. اول بذار برم با دنیا حرف بزنم تا نظرشو بگیرم. حق نداری این کارو بکنی. فهمیدی یا نه؟